بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز، شب همگی بخیر، عیدتون هم مبارک باشه. تبریک ویژه میگم به دختران این سرزمین، به مادران این سرزمین. امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشید، عیدتون مخصوص مبارک باشه. انشاءالله که بعد از این 140 50 روزی که مونده، مثل امشب که توی همه خونه‌ها شادی هست و خوشحالی هست و عید و اینها هست، انشاءالله بعد از این 150 روز توی خونه های همه تون یک جشن حسابی بگیرین و با اون رتبه های خوب و اون رشته ای که مد نظرتون هست بهش برسید. خیلی خوشحال هستم که در این شب میمون و با سر سعادت در خدمتتون هستم. انشاءالله که شاد و خرم و دلشاد همیشه باشید و قدر مادران این سرزمین رو هم بدونید، چه اونهایی که زمینی هستن و چه اونهایی که آسمانی هستن، به اصطلاح گوهرهایی هستن که وقتی انسان اینها رو از دست میده هیچ چیزی جایگزینش نمیشه. خب نقطه سر خط بچه، ما بحث آرایه‌مون دیگه تقریبا ندیگه، حتما تموم شد، مباحث رو کامل کامل بهتون گفتیم. من قول داده بودم که این هفته قراره برای شما تست بذارم توی کانال هاتون، ولی متاسفانه مشکل یک مشکلی هست مونتا که این مشکل هنوز برطرف نشده. من امروز باز با مسئول مؤسسه صحبت کردم که قرار این مشکل برطرف بشه. این موارد رو انشاءالله برطرف شد، بلافاصله تعداد زیادی از تست های آرایه تقدیمتون میشه. این یک مورد. نکته دوم بچه ها، ما به بحث دستور میخواییم برسیم و بحث دستور رو از امشب من استارت بزنم، مباحث رو کامل بگم. این رو هم بچه ها بهتون بگم، دانش آموزایی که تا همین الان، دانش آموزای 12 تا همین الان روی املا لغتشون کار نکردن، بچه ها از همین امروز لطفا تصمیم بگیرید و این کار رو انجام بدید که خیلی مهمه و داره زمانش دیر میشه. این رو حواستون بهش باشه، خیلی اهمیت داره. نکته بعدی بچه ها، یک جزوه تحت عنوان املا لغت یا کلمات را غلط بنویسیم تقدیمتون کردم، اون رو حتما حتما برنامه ریزی کنید، زمان براش بذارید، بخونید. نکاتش بچه ها هر سال داره توی کنکور تکرار میشه، اون تیپ املایی ها بچه ها امسال در کنکور 1400 باز باهاش سر و کار داریم. یک کوچولو بچه ها جزوه سنگینه، گفتیم برای این که شما این مشکلتون حل بشه حتما جلو هر کلمه ای یک جمله از خودتون بنویسید و اون رو داشته باشید. جزوه آقای مهندس من چه جوابی بدم؟ الان بزنید سوالتون رو داغ بپرسم جواب بدم. جزوه املا که بچه ها فکر کنم توی کانال تقدیمتون شده اگه اشتباه نکنم، جزوه املا لغت. جزوه های کلاس ها رو هم من الان پیام شما رو رسوندم، بچه ها میگن که بارگذاری کنید. من از طرف مؤسسه بگم چشم یا نه آقای مهندس؟ میگه الان سرمون شلوغه، ولی از طرف ایشون من میگم چشم، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. خب بچه ها یک نکته دیگه هم که من تاکید بکنم، ما یک صفحه میتونیم داشته باشیم از اینجا، آره یک صفحه داشته باشیم، من چند تا نکته بنویسم. بچه ها یک نکته دیگه هم خدمتتون بگم، ما چون به بحث آرایه دیگه نمیپردازیم، چون به بحث آرایه نمیپردازیم، حالا من توی بسه برنامه ریزیام اینه که هر روزی ما بیایم یکی یا دو تا تست آرایه بزنیم تحلیل بکنیم که این مطالب براتون مرور بشه. چون بحث دستورمون یک کمی پرکار برده، حالا اگر نرسیدیم بچه حتما تستای آرایه رو خودتون دیگه تحلیل بکنید، مرور بکنید و ذهنتون رو بچه از مباحث دور نکنید. فقط جزوه رو بخونیم کافیه واسه لغت و املا. ما 3 سوال املا لغت داریم، یه دونش بچه از این جزوه 100% میاد. پارسال 2 از این جزوه اومد و اگه دانش آموزا اون جزوه رو خوب مطالعه کرده باشن، به اصطلاح ما بدترین حالتش رو در نظر میگیریم، میگیم یک دونه حتما در کنکورتون میاد. اما آیا برای املا لغت جزوه رو بخونیم کافیه بچه ها؟ خیر. برای املا لغت نه به جزوه من اکتفا کنید کامل و نه به جزوه به اصطلاح جزوه ها یا کتاب هایی که تحت عناوین مختلف املا لغت به شما میرسه، فقط بچه ها کتاب درسیتون.
انتهای کتاب تحت عنوان واژه‌نامه. حتما اون قسمت رو مورد مطالعه خودتون قرار بدید که خیلی خیلی اهمیت داره. بچه‌هایی که میخوان توی املا لغت سه تا لغت رو کامل بزنن و به اصطلاح 24% کنکور رو از آن خودشون بکنن، به این نکته که میگم لطفاً دقت بکنید. هم به کلمات دید معنایی داشته باشید و هم به کلمات دید املایی داشته باشید. اگه بچه ها برای یک کلمه سه تا معنا نوشته میشه، هر سه تا معناش رو لطفاً یاد بگیرید در انتها. اگر برای یک کلمه 5 تا معنا نوشته میشه، هر 5 تا کلمهش رو یاد بگیرید. تازه کلمه های آخری که آورده بیشتر از کلمه های اولش یاد بگیرید. برای املا لغت کلمه هایی که بچه ها 2 خط یا 3 خط براتون معنی گفته، اونها رو باز بیشتر یاد بگیرید. مثل اشتیاق، مثل تجرید، اینها کلمه هایی هست که بچه ها توی کنکور به اصطلاح تکرارش خیلی زیاده. این رو لطفاً دقت بکنید، کلمات رو حتماً بولدش بکنید، مارک بکنید اینها رو بچه ها، حتماً مرور بکنید. این جزوه رو هم دانش آموزه که واقعاً شروع نکردن حتماً استارت بزنن و کار رو شروع کنن. خب با نام یاد خدا ما شروع میکنیم مبحث دستور رو امروز، انشاءالله که اتفاقای قشنگی توی دستور بیفته. بچه من یه نکته داخل پرانتز خدمتتون بگم، آقا سوالات دستورمون 5 عدده، 5 ضرب در 4 بکنیم میشه 24%. حالا درصد این طرف گذاشتیم یا اون طرف، بچه ریاضی به همون ایراد نگیرن. بچه 24% کنکورتون رو بحث دستور شکل میده. آقا یک مژده بهتون بدم، یک مژده خیلی جالب، سوالات دستور در رابطه با سوالات آرایه خیلی ساده تره. آقا سوالات دستور رو میگین؟ بله بچه ها، سوالات دستور در مقابله با آرایه هم زمان کمتری میبره که دانش آموز به جواب برسه و هم متنش بچه ها چیه؟ خیلی ساده است. سوالاتش خیلی ساده است، یعنی دانش آموز ما مفهوم رو بلد باشه دیگه کار تمومه. بچه من امشب میخوام چکار کنم؟ تیپ های مختلفی که در به اصطلاح کنکور داره چند سال سوال میدن رو اینجا براتون بنویسم که ببینید چه تیپ هایی هستش. بچه یکی زمان هاست که امشب میخوایم ما با زمان ها شروع بکنیم. آقا یک سطر بهتون میدن، میگن آقا فعل ماضی بعید داره، ماضی استمراری داره، مضارع اخباری داره، مضارع التزامی داره. این یک تیپ سواله که یکی دو سال بچه سوال نشده، امسال خیلی اومدنش در کنکور 1400 نزدیک به حقیقت هست. این رو لطفاً دقت بکنید که امروز ما این رو با دستورمون رو با این مبحث شروع میکنیم که شما بیشتر سر و کار داشته باشید باش. بچه ها یکی از سوالاتی که خیلی خیلی معروفه پیدا کردن نقش هاست. نقش های بچه ها چی؟ صفت، مضاف الیه، مفعول، مسند و متمم. بچه چند ساله، 2 سال پی در پی داره سوال داده میشه که ما همه این نقش ها رو هم برای شما میگیم. مثلا بچه یک بیتی بهتون میده، زیر چند تا کلمه رو خط میکشه، میگه نقش ها رو به ترتیب شما بگین. درست شد؟ بچه یک تیپ سوالمون توجه ویژه به ترکیب های وصفی و اضافیه و از پی اون وابسته های وابسته هاست. بچه چند ساله داره سوال میشه، یعنی اصلا شما کنکوری رو میتونی پیدا بکنی که از وابسته های وابسته ها یا ترکیب های وصفی و اضافی سوال نداده باشن. که بچه یک بحث بسیار مهمه که اون بحث نمودارهای پیکانی و اینها رو هم به اصطلاح پیش میارن و میگن. بچه یک بحثمون افعال مجهول و معلومه. بچه ها یک بحثمون اینه که تغییر معنای فعله، یعنی ساختن رو میدن توی 4 تا گزینه، دانش آموز باید به لحاظ دستوری این رو چینشش بکنه. درست شد؟ بچه ها یکی از بحث‌های خیلی مهم توی دستور، شما یک تواناییتون رو باید بتونید بالا ببرید. این رو لطفاً خوب دقت بکنید. آقا کدوم توانایی رو بالا ببریم؟ یعنی چی؟ بچه ها الان من دانش آموزه که پایه 10 یا پایه 11 با من هستن میدونن که وقتی من بیتی رو ازشون میخوام، اولین کاری که بکنن باید قبل از معنا بتونن ساختار جمله رو درستش بکنن.
آقا یعنی چی ساختار جمله رو درستش بکنیم بچه ها؟ یعنی این که بتونه دانش آموز در نظم، توی نثر هم اتفاق میفته ها، توی نثرهای قدیمی مثلا از کتاب کرله و دمنه، از کتاب گلستان سعدی، از کتاب سیاستنامه، از کتاب تاریخ بیهقی، اجزای جمله چیه؟ متفاوت به کار میره. دانش آموز من باید بدونه فعل رو پیدا بکنه، توجه به حذف لفظی و معنوی بکنه، مفعول رو بذاره سر جاش، متمم رو بذاره سر جاش، نهاد رو هم بذاره سر جاش. اینها کارهایی هست که ما توی این کلاس انجام میدیم تا شما به اون توانایی و اون حد برسیم. جمع بندیم زیاد تاکید کردید. آقای حسینزاده متوجه نشدم منظورت رو، یه بار دیگه لطفا بفرمایید. بچه این رو لطفا، آره آره احسن، آره این رو خیلی من تاکید میکنم. چرا بچه ها؟ حتما این تیپ سوال داریم. دانش آموز اگه این کارو بلد نباشه، بچه ها خوب دقت بکنید، همین واو عطف و واو رب که از نظر شما خیلی ساده است، اگه این کار رو نکنه کل این ساختار رو به هم میزنه که طراح فهمیده دانش آموز به این توجه نمیکنه و هی از این داره سوال میده. امین الان اولین جلسه بگم بچه ها، هیچ دانش آموزی حق نداره، یک لطفاً هم به اولش اضافه کنید، هیچ دانش آموزی حق نداره تا زمانی که نظم رو برگردان نکرده به نظم نقش بده به کلمه، بگه آقا این مفعول، این متمم، این مسنده. درست شد؟ این بچه ها راحت راحت میتونه طراح شما رو چیکار کنه؟ به چالش بکشه، توی دامهای خودش بندازه. آقا چطوری؟ کلی براتون من مثال میزنم و به اصطلاح میارم. بچه ها یه قسمت ما چیه؟ جملات مرکبه. آقا جملات مرکب چیه؟ جملات همپایه است. بچه ها شمارش جمله هاست که چند تا قاعده برای اینها میگیم و به اصطلاح برای شما نکات رو میگیم. بچه ها یک بحثی که خیلی مهمه و توی کتاب 11، بله دیگه توی کتاب 11، توی درس بعد از حکایت که از اسرار و توحید محمد ابن منور براتون آورده، حکایت نویس مباش، بعد از اون درس در کوی عاشقانی که درباره مولاناست، اگه کتاب دم دستتونه یک مراجعه بکنید، فکر کنم صفحه های 80-90 کتابتونه. بچه این تیپ سوال خیلی داره تکرار میشه، نقش های طبعی که چیا هستش بچه ها؟ طبعی که چیا هستش؟ بدل هستش، عطف یا معطوف هستش و تکرار هستش. نیا کنید بچه ها، این تقریبا میشه بگیم سرفصل‌های مهمی که توی دستور ما باهاش سر و کار داریم. چند درصد کنکورتون رو تشکیل میده بچه‌ها؟ 24%. انصافا اگه دانش آموزی همپای ما باشه توی این کلاس و حواسش رو کامل به ما بده، کارهایی که میگیم انجام بده، تست هایی که حل میکنیم، تست های چالشی رو، آفرین آقای حسینزاده گفت درس 8، همون درس در کوی عاشقان دیگه، درسته؟ آفرین، بله در کوی عاشقان هستش، درباره مولاناست. بچه ها اگه خوب حواسش باشه، ما حداقل باید 20% از دستور رو داشته باشیم. یک سوال رو هم خوشبینانه میگذاریم به خاطر نو بودن و بک بودن سوال دانش آموز نتونه تشخیص بده. بچه ها من اینو توی دست آرایه بهتون نگفتم ها، صفحه 66، درود بر شما، من توی آرایه این رو بهتون نگفتم که چند درصد. چرا؟ چون بعضی از سوالات آرایه واقعا سخت و وقت گیره، حالا با نکاتی که گفتیم آسون میشه، ولی تو دستور بچه این رو با قاطعیت میگم که چون همه مباحث رو میگیم و بسیار هم سوالاتش ساده تره، شما براحتی میتونید این تست ها رو بزنید. درست شد؟ این از این. خب اما من استاد فرقلند اما بچه ها بریم تا اینجا کسی سوالی، مطلبی، ابهامی داره بچه ها درباره دستور؟ خیلی خوب بچه ها بریم اولین بحثمون رو انشاءالله امشب شروع بکنیم و انشاءالله که از این بحث بچه ها امسال تو کنکور سوال بیاد، چون بحثش خیلی ساده است، بحثش خیلی ساده است. فقط بچه ها ما یک سری از نکاتی رو به اصطلاح خیلی
کامل و دقیق میگیم. شاید مثلا دانش آموز بگه آقا مثلا برای فعل ماضی استمراری شما چیکار کردید؟ خیلی نکته گفتی. بچه این نکاتی که میگم همه توی کنکورهای گذشته به کار رفته. این نکاتی که میگیم توی سوالات گزینه دو، توی سوالات کانون، توی سوالات سنجش، توی سوالات گاج به کار رفته. یعنی این تیپ سوال جزو به اصطلاح هدفهای طراح سوال هست. پس لطفاً اگر یک کمی حجم مطالب زیاد شد نگران نباشید، از این طرف نگاه بکنید که مطلب چی میشه، کامل براتون بیان میشه. بریم بحث دستورمون رو بچه‌ها شروع بکنیم. بچه اولین بحثی که اینجا شروع میکنیم بحث زمانهای افعاله. بچه مهمه. چرا مهمه؟ چون یکی دو سال بهش بیتوجه شدن و توی سوالات کنکور نیومده. حالا تیپ های مختلف تست هاش رو هم با هم میبینیم. بچه لطفاً خوب دقت بکنید. ما کلن سه تا زمان داریم، هم توی زبان انگلیسی این رو میخونید، هم توی زبان عربی این رو میخونید و هم توی زبان فارسی این رو میخونید. یا زمان هامون گذشتن یا ماضی هستن، یا زمان هامون مضارع هستن حال هستن، یا زمان هامون بچه آینده هستن که مستقبل هستن. آقا اینها چجوری سوال میاد؟ بچه اینا یک ریزکاری هایی داره که دانش آموز رو فقط توی اون ریزکاری ها به دام میندازه. مثلا توی کنکور سوال نمیده که خوردم چه نوع فعلیه، میخورم چه نوع فعلیه، دیدم چه نوع فعلیه، ببینم چه نوع فعلیه. دانش آموز ما راحت این رو که بلده. دانش آموز دوره سوم چهارم ابتدایی هم تقریبا این رو بلده. از این تیپ سوال برای ما نمیاد. آقا چطور سوال میاد؟ فعلهایی رو انتخاب میکنه، نکاتی رو انتخاب میکنه، ریزکاری های رو انتخاب میکنه که دانش آموز رو گیج میکنه. مثلا یک نمونه شو من بگم بچه ها. الان دانش آموز من اگر که مثلا فعل بودم رو ببینه، یا به اصطلاح میگیم چی، فعل بودم به تنهایی ببینه، سریع ذهنش رو به چالش میکشه به سمت فعل ماضی بعید. 60% 70% دانش آموز های حتی خوب با بودم تست ماضی بعید رو میزنن، ولی باید به قبلش هم نگاه بکنن. درست شد؟ از این تیپ تست هایی که با هم میبینیم. خب بچه ها دقت داشته باشید، من اینجا چند تا نکته گفتم. بچه ها این ویژگی های فعل رو لطفا دقت بکنید. خیلی سوال کلی هست. ویژگی های فعل چیه بچه ها؟ شخصه. همینجا دیگه همه مباحث رو میخواییم ببندیم ها. خوب حواستون باشه بچه ها. توی زبان عربی، توی زبان عربی هر فعلی بچه ها 13-14 تا به اصطلاح صیغه یا صیغه مثلا ماضی و مضارع داره. هو هما هی هن هو هی هما هم هی هو ببخشید هو هما هم هی هما هن انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحنو. درسته؟ توی زبان انگلیسی آیو فلان. توی زبان فارسی که ما باهاش سر و کار داریم بچه ها کلن 6 تا شخص هامون، 3 تاش مفرده، 3 تاش بچه ها چیه؟ جمعه. من، تو، او، ما، شما، ایشان یا آنها. خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردید، خوردن. اگر گفت شخص فعل یعنی این بچه ها، یعنی یک فعل رو شما باید چکارش کنی؟ صرفش کنی. منظور از شخص فعل یعنی خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردید، خوردند. درست شد بچه ها؟ این منظور از شخص فعل. بچه ها زمان منظورش چیه؟ گفتم سه تاست: ماضی، مضارع و آینده. بچه ها منظور از شمار چیه؟ شمار توی زبان فارسی از همه زبان ها آسان تره. چرا؟ چون توی زبان عربی ما مثنا هم داریم، مفرد، مثنا، جمع. درسته؟ ولی توی زبان فارسی بچه فقط کلن دوتا داریم، یا مفرد یا جمعه. کلن یا مفرد فعل ما یا جمعه. توی گذر یا ناگذر بچه ها دقت داشته باشید، گذر مساوی است با ناگذر مساوی است با. ممکنه به شما گذر بگن، ممکنه ناگذر بگن. ناگذر و مساوی است با همون لازمه. گذر بچه ها چیه؟
یا گذرا همون چیه متعدی هست. این رو لطفاً خوب توجه بکنید. ممکنه طراح بهتون بگه اینا همه رو توضیح میدیم گذرا، یا ممکنه بگه متعدی. گذرا چیه بچه ها؟ گذرا اجازه گذر غیر از نهاد و فعل رو داره، یعنی مفعول متمم مسند ممکنه در جمله بیاد. آقا هواپیما پرید، این جمله پرید فعل من چیه بچه ها؟ ناگذره. چرا؟ چون جمله من دیگه اجازه ورود به جزء دیگه ای در جمله داده نمیشه. درست شد؟ یعنی دیگه ما نمیتونیم مفعول بیاریم متمم بیاریم، میگیم او خورد. جمله من چیه بچه ها؟ ناقصه، او غذا را خورد. پس اینجا فعلمون چیه؟ گذراست یا متعدیه. گذرا یا متعدی به چی؟ به مفعولمون. درست شد؟ بچه ها معلوم مجهول هم که دیگه از همه راحت تره، نکاتش رو میگیم. معلوم نهاد ما یا فاعل ما مشخصه، مجهول نهاد یا فاعل ما مشخص نیست، که نکاتش رو در ادامه خواهیم گفت با روش خاص. بچه از همه اینها ممکنه سوال بیاد. آقا چطور سوال بیاد؟ تیپ هاشو بچه ها نگاه کنید. شخص کدام یک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است؟ زمان کدام یک از افعال یا گزینه های زیر با بقیه متفاوت یا یکی هست؟ در کدام یک از بیت های زیر فعل گذرا به کار نرفته است؟ نگاه کنید، دانش آموز ما باید گذرا رو خوب بشناسه، شما رو بشناسه، زمان رو بشناسه، شخص و معلوم مجهور هم کاملا بهش مسلط باشه. این تا اینجا. بریم بچه اول سر وقت فعل ماضی، که شاخه های فعل ماضی از همه بیشتره بچه ها، و وقتی هم که از این تیپ سوالات زمان ها میاد، سر و کله افعال ماضی و شاخه های فعل ماضی پیدا میشه. بچه ها لطفاً خوب دقت بکنید. اول که فعل ماضی گفتی مربوط به زمان گذشته است، به طور کامل در زمان گذشته به اصطلاح انجام شده باشه. بچه شما هم مضارع هم ماضی باید این توانایی رو داشته باشه که بن ماضی رو، بچه ما خیلی باهاش کار داریم، بن ماضی رو باید کامل بتونید به دست بیارید. من بن ماضی رو اینجا نوشتم براتون، فرمولشو دو تا فرمول بهتون دادیم. یکی این که بچه ها اگه نون رو از آخر مصدر حذف بکنیم، نون رو از آخر مصدر حذف بکنیم بچه ها میشه چی؟ بن ماضی. آقا مصدر چیه بچه ها؟ مصدر کلمه هایی که جنبه فعلی داشته باشه آخرش نون داشته باشه. مثلا ما میگیم جنبه فعلی خوردن، مثلا رفتن، مثلا کاشتن. اینها بچه ها چیه؟ چون جنبه فعلی داره آخرش نون داره میگیم مصدر. سوال الان کلمه نان آیا مصدر بچه ها؟ یا کلمه نان آیا مصدر بچه ها؟ نه. چرا بچه ها؟ چون جنبه فعلی اصلا نداریم که ما این رو بگیریم مصدر. درست شد؟ چون جنبه فعلی نداره. اما خوردن، رفتن، دیدن، بودن، کاشتن، همه اینها مصدره. درست شد؟ خب بچه ها من اگه بیام نون از آخرش حذف بکنم، اینها برای من چی باقی میمونه؟ اینها برای من بن ماضی باقی میمونه. درست شد؟ آقا من این راه سخته برام، راه دوم رو انتخاب کن، یک فعل ماضی رو صرفش کن، سوم شخص مفرد ماضی همیشه بچه ها چیه؟ مصدره. آقا من میخوام رفتم رو مصدرش رو به دست بیارم، خب صرفش کن، رفتم. من یکی فقط بنویسم دیگه نمینویسم، رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتن. گفتم چندم شخص بچه ها سوم شخص مفرد ماضی، سوم شخصش رو پیدا میکنیم، رفت. بله دقیقا، نان اسمه، رفت بچه ها چیه؟ فعل ماست، سوم شخص هم هست، مفرد هم هست، ماضی هم هست. اینا رو بهش به اصطلاح میگیم چی؟ مفردا. اینها رو بهش میگیم چی؟ جمع. اول شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص مفرد، دوم شخص جمع، سوم شخص مفرد، سوم شخص جمع. درست شد بچه ها؟ پس این روش ساخت بن ماضی. ما مصدر رو هم اینجا شناختیم. حواستون باشه توی کنایه جلسه پیش یادتونه گفتم که کلماتی که جنبه مصدری داشته باشه، یادتونه بچه ها؟ مثلا ریش سفید اونجا بود، گفتم اینو ما مجاز نمیگیریم. چرا؟ چون من میگم که ریش سفید بودنه، پس این میشه چی؟ یک مصدر برای ما. تا اینجا اوکی بچه ها؟ درست؟ سوال؟ خب
حالا بچه ها یک نکته مهم خیلی ساده است ولی خیلی تو تستا ازش استفاده میشه، همین صفت مفعولی. آقا صفت مفعولی رو همینجا یاد بگیر که بن ماضی به اضافه ه هست. بن ماضی به اضافه ه صفت مفعولی به همون میده. مثل چی بچه ها؟ مثل خورده، مثل برده. درست شد؟ بچه ها اینجا یک توجه مهم، توجه بچه ها، اینجا رو من چی نوشتم؟ نوشتم آخرشه؟ بچه ها اینجا رو من نوشتم چی؟ اینجا رو من نوشتم بن ماضی به اضافه ه به اضافه صفت مفعولی. بچه ها یک تست خیلی جالبی شده بود از این. چی گفته بود بچه ها؟ یک کلمه بگی آخرش ه داشته باشه بچه ها. مثلا میگیم دانه بودم. از دانش آموز ما خواسته بود که آیا این صفت مفعولی هست یا صفت مفعولی نیست. دانش آموز چی گفته بود بچه ها؟ گفته بود که هست. چرا؟ چون آخرش ه داره. پسر خوب، دختر خوب، آیا این مگه دانه بن ماضیه؟ اصلا این بن ماضی نیست، دانه چیه؟ اسمه. بعد این رو گرفته بود چی؟ این رو گرفته بود ماضی بعید. این رو گرفته بود ماضی بعید. گفته بود صفت مفعولی دانه به اضافه بودم، پس میشه ماضی بعید. کلن اشتباه. چرا؟ چون به این فرمول دقت نکرده بود. آقا روش ساختن صفت مفعولی بن ماضی به اضافه ه، حواستون باشه، توجه. اسمهایی که آخرشان، اینو می‌نویسم بچه‌ها، هدارند صفت مفعولی نیستند. بچه‌ها فوق‌العاده مهمه، اینو اشتباه نکنید. تو تستام میارم ها، تو تستام میارم، حواستون باشه اشتباه نکنید. حالا می‌خوایم بریم سر وقت به اصطلاح اینها رو که یاد گرفتیم، ماضی و مضارع ها رو بشناسیم، ببینیم که چجوری توی آزمون ها سوال میاد و ما باهاش سر و کار داریم. بچه ها یه نکته بهتون بگم، طراح چون میدونه شما اهل فرمولید و فرمولی دارید عمل میکنید، خیلی توجه به فرمول ها نمی کنه، ولی شما باید یاد داشته باشید. آقا پس چی کار میکنه؟ چجوری پس انجام میده؟ بچه ها این کاربرد هایی که من براتون نوشتم رو خوب به ذهنتون بسپارید. چرا؟ بچه ها این رو قبل از اینکه ماضی رو من بگم حواستون باشه، طراح میتونه از این سوال خیلی ساده طرح بکنه، از این برعکس میتونه سوالاشو خیلی سخت طرح بکنه. شما اگه یک توراقی بچه ها توی درس باران محبت داشته باشید، باران محبت درسمون از کی بود بچه ها؟ بگین دانش آموزه که سریع بگن. خیلی خوبه، باران محبت دانش آموز 12 باید بگن ها، دانش آموز 11 باید بگن باران محبت. آقای حسین زاده نه، تایپاشون کجا رفت؟ آها این طرف من. بله بله، باران محبت. بچه اینا رو یاد داشته باشید. باران محبت از باریکلا آقای حسین زاده، از نجم الدین رازی، معروف به دایه. اسم کتاب اصلیش هم چی بود بچه ها؟ مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد. مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد. درست شد؟ آها مرسی، درسته. بچه حواستون بهش باشه. آقا وقتی که من میرم این متن رو میخونم، ظاهر فعل من ماضی، به اصطلاح ماضی ساده است، ولی میگیم این ماضی بعیده. آقا داریم مگه؟ میشه؟ بله بچه ها. چرا؟ چون توی معنا و مفهومه. حواستون باشه بچه ها، گاهی وقتها ظاهر فعل ها شما رو گول نزنه، کار میکنیم با هم. از روی معنا باید تشخیص بدین که آیا این فعل من ماضیه یا مضارعه، آیا این فعل من جز انواع ماضی هست یا انواع مضارعه هست. دانش آموز میگه خب آقا من معنیم ضعیفه، من از کجا تشخیص بدم؟ از روی معنا نمیتونم تشخیص بدم. بچه جواب اینه، اگه نمیتونی از روی معنا تشخیص بدی، باید این کاربردها رو خوب بلد باشی.
باید این کاربورد ها رو خوب یاد بگیری. طراح میدونی چی کار میکنه بچه ها؟ میاد وارد این کاربورد ها میشه، وارد این کاربورد ها میشه. تازه یک نکته دیگه، فعل های قدیمی بچه ها مثل فعل های امروزی نیست. حالا بزنید توی ماضی استمره براتون توضیح میدم. خب نگاه کنید بچه ها، اولین به اصطلاح اولین ماضی ما بچه ها ماضی ساده است. بن ماضی به اضافه شناسه، خوردم، خوردی، رفتم، رفتی، از همه ساده تر، اصلا مکس هم توش نمی کنیم. از اینجا فعل های سخت ما شروع میشه. ماضی استمراری فرمولش چیه بچه ها؟ فرمولش می به اضافه ماضی ساده است. بچه این ماضی استمراری خیلی میتونه به اشتباهتون بندازه. چرا؟ به دلیل اینکه بچه ها توی درس که متن‌های قدیمی هست شکل‌های مختلفی داریم توی ماضی. اینو دقت بکنید بچه ها، شکل‌های مختلف ماضی استمراری. بچه امروزه اینه برای ما، می به اضافه ماضی استمراریه، می به اضافه ماضی ساده که میشه ماضی استمراری. بچه اینو لطفا خوب دقت بکنید، توی کتاب هاتون هم اومده، تست هم شده. بچه در زمان گذشته همی به اضافه فعل ماضی، به جای می از چی استفاده میکردن؟ از همی. بچه اینو سختش میکردن، همی رو می آوردن، جمله رو می نوشتن، بعد اینجا می نوشتن فعل ماضی. حواست باشه این همی رو نخونی همه ها، این همی نشانه ماضی استمراریه که در زمان گذشته قاعدش این بود که از فعل چی می شد بچه ها؟ جدا می افتاد. بچه این نکته رو داشته باشه، تو تستا باید درست بزنید ها، تو تستا باید درست بزنید. این از این. بچه روش سومشون چیه؟ روش سومشون می اومدن فعل رو می آوردن به آخرش یه یا می اضافه می کردن، خوردندی، خوردندمی، که این میه خیلی کم کار برده، بیشتر یه استفاده می شد. خوردندی یعنی می خورد. این سه شکل ماضی رو لطفا خوب به ذهنتون بسپارید. یک، همی به اضافه ماضی. دو، همی رو می آوردن، ادامه جمله رو می دادن، اینجا فعل ماضی رو می آوردن. بچه ما یک مدتی تصحیح متون قدیمی رو در اختیار داشتیم، بعد یکی از این دوستان ما این همی رو، حالا می گفت این کلمه، این حرف اینجا اضافه است، این نکته دستور تاریخی رو بلد نبود، می گفت همی اینجا اضافه است، اصلا همی برای چی آورده؟ در صورتی که توی ماضی استمراری قدیمی همی بچه ها نشانه فعل ماضی استمراریه. درست شد؟ کاربردش چیه بچه ها؟ کاری که در زمان گذشته به صورت پیوسته و بارها تکرار شده باشه. بچه ها لطفا دقت بکنید، من یک جمله رو میگم، حالا دیگه میخوام از این سریع رد بشیم برسیم به تستا. من یک جمله رو میگم، توی جمله من می به اضافه ماضی ساده نیستش، نگاه میکنم میبینم چیه، کار در گذشته انجام شده، نگاه میکنم میبینم کار حالت مداومت داره، حتی اگر فرمول ماضی استمراری رو نداره، حتی اگر فرمول ماضی استمراری نداره، شما باید ماضی استمراری حسابش بکنید. درسته بچه ها؟ این کاربورد ها از فرمول چیه؟ محکمتر و قوی تره. این کاربورد ها از فرمول محکمتر و قوی تره. بچه ها بریم ماضی بعدی یا نه؟ اوکی آقای حسین زاده حواست جمع شد، پس اگه همی اوورد حواست باشه، اگه با آخر فعل یه اوورد یا می اوورد حواست باشه، اگه همی فاصله افتاد فعل اوورد پس حواست جمع باشه. مرسی ازت. بریم بچه ها. بچه ها ماضی بعید هست. بچه ها لطفا خوب دقت بکنید، اینجا مهمه دیگه، حواسا باشه بچه ها. صفت مفعولی به اضافه بودم، بودی، بود، بودیم، بودید، بودند هست. بچه ها اینجا رو لطفا دقت کنید، الان توی اسلاید دو اسلاید قبلی نکتهش براتون گفتم، صفت مفعولی هست بچه ها، اسمی که هداره نیست. درست شد؟ خورده بودم، نام بودم، بازی بعید نیستش. بچه ها لطفا دقت بکنید، آقا اصلا
فعل ماضی بعید طبق فرمول نیاورد، ولی من مفهومش رو میدونم، کاری که در گذشته پیش از کار دیگه ای انجام شده باشه، کاری که در گذشته پیش از کار دیگه انجام شده باشه، این رو بهش به اصطلاح چی میگیم؟ میگیم ماضی بعید. دوم، چهارم، ماضی بعید بعدی بچه چیه؟ ماضی التزامی هست. باز هم بچه نگاه کنید، صفت مفعولی به اضافه باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند. بچه اینجا هم اتفاق میفته. الان اگه باشه نام باشم، فقط میگیم یک فعل ماضی ساده است. ولی اگه باشه افتاده باشم، فعل ماضی التزامیه. پس حواستون به این باشه بچه ها، صفت مفعولی به اضافه بودم، صفت مفعولی به اضافه باشم، باشی، باشد، چقدر داریم تکرار میکنیم؟ بچه اصلا باشیم باشد رو برای ما نیاورده بود. مفهوم جمله به ما چی میرسونه؟ احتمال و آرزو و الزام، الزام برای انجام یک کار. اگه از این جمله این سه تا نکته برداشت بشه، حتما ماضی ما ماضی التزامی هست. باز هم توی متنها و نثرهای قدیمی این فوق‌العاده به چشم میخوره. ماضی بعدی بچه ها ماضی نقلیه. بچه این هم یه گیری داره که طراح هی پیلش میکنه. اونجا توی ماضی بعید و ماضی التزامی پیله چیه بچه ها؟ پیله صفت مفعولیه. توی ماضی نقلی بچه ها توی سوم شخص مفردش پیله است. چرا؟ چون الان نکتهش رو من اینجا میگم. بچه ها باز هم صفت مفعولیه به اضافه ام، ای، اس، ایم، اید، اند، خورده ام، خورده ای، خورده است، خورده ایم، خورده اید، خوردن. آقا این استه که سوم شخص مفرده معمولا نوشته نمی شود. حواست جمع باشه، معمولا نوشته نمی شود. بچه ها دقت بکنید، او به عنوان مثال، او کتاب ها را جمع کرده. من به جمله نگاه میکنم، گفته جمع کرده. هرچی نگاه میکنم اصلا تیپ به ماضی بعید تیپش نمیخوره. اگر بچه ها کرده ام، کرده ای، کرده است، چون که صفت مفعولی هست، من یک است اینجا میذارم، یو کتاب ها را جمع کرده است. پس جمله من چیه بچه ها؟ جواب میده. پس جمله من فعلم چیه بچه ها؟ ماضی نقلیه. بچه ها دو تا کاربرد خیلی مهم داره، لطفا اینها رو یک گوشه یادداشت بکنید. کاربرد ها رو، فرمولا رو که بلدین خیلی راحته، کاربرد ها رو لطفا توی ذهنتون داشته باشید. طراح داره خیلی بهش تاکید میکنه. یک، کاری که در گذشته انجام شده باشه و نتیجه اون برای شما بسیار مهم باشه. شما موفقیت کسب کرده اید در گذشته، نتیجه موفقیت برای من چیه بچه ها؟ مهمه. پس ماضیش میشه ماضی نقلی. نکته دوم، به صورت بچه ها نقل قول و گوینده که شاهد اون نبوده است، گفت سیل خانه را خراب کرده است. بچه ها این رو هم دقت بکنید، معمولا 100% نه، معمولا بعد از فعل های گفتن، بعد از فعل های گفتن فعلش بچه ها چیه؟ ماضی نقلیه. 80% جاها این اتفاق میفته. پس این توی ذهن به عنوان یک نکته تستی باشه بچه ها. بعد از فعل های گفتن 80% جاها به اصطلاح فعلمون رو ماضی بعید در نظر میگیریم. خب اما برسیم به ششمی، ماضی مستمر هست بچه ها. ماضی مستمر چیه بچه ها؟ بچه این رو لطفا خیلی خوب بهش حواستون باشه، که چون توی مضارع هم یکی مثل شبیه به هم داریم. ماضی مستمر بچه ها، داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتی، داشتن به اضافه ماضی استمراری هست. ماضی مستمر، داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتی، داشتن به اضافه ماضی استمراری هست. بچه ها کاربردش چیه؟ کاری که در گذشته همزمان با کار دیگه انجام میشه. داشتم بر میگشتم که شما آمدی. داشتم بر میگشتم، کار همزمان در گذشته انجام شده. بچه ها اگر سوال، اگر ما مفهوم یک جمله رو به دست آوردیم که همزمانی کار در زمان گذشته بود، حتی اگر داشتم هم نداشتیم، شما باید بگی ماضی مستمر. بچه اینو یک بار دیگه بهتون میگم،
چون طرح سخت ترین سوالی که بخواد طرح بکنه اینجاست. اگر شما فرمول ماضی مستمر را نداشتی، یعنی داشتن به اضافه ماضی استمراری نداشتی، چیکار میکنی بچه ها؟ جمله رو باید بخونی. اگر همزمانی دو کار در زمان گذشته باشه، حتی اگر این فرمول نباشه، باز هم میگی ماضی مستمر. سخت‌ترین سوال توی بحث زمان ها که براتون سوالاتش رو میاریم. تموم. میرسیم به فعل مضارع. بچه ها 6 تا فعل، 5 تا اصلا اون اولی ماضی ساده که اصلا هیچی، کلن 5 تا فعل ماضی داریم که بچه اینها رو لطفا اون کاربرد ها رو بخونیم. بچه یک جمع‌بندی بکنم، یک نکته بسیار ریزی بود که خیلی مهم بود تو بحث صفت مفعولیه بود، یه نکته بسیار ریزی بود توی بحث ماضی استمراری بود که در گذشته چجوری درست میشد، همی، همی و می یا یه به آخر فعل. یه بحث بسیار بسیار مهمی بچه ها بود توی بحث ماضی نقلی سوم شخص مفرد که حواستون باشه. یه بحث بسیار مهمی بود توی ماضی ها، توی بحث کاربرد ها بچه ها. گفتم خیلی اعتماد به فرمول ها نکنید، حواستون تمرکز فقط روی فرمول، روی به اصطلاح چی باشه؟ روی کاربرد ها باشه. بریم سر وقت مضارع. بچه ها مضارع یه فرمول خیلی ساده است، یاد بگیرین چجوری بنا مضارع ساخته میشه. هر فعلی که بهتون دادن امرش میکنی، بلافاصله بش و ور میداره، هر چی باقی مون بنا مضارع است. من چند تا فعل میگم سریع به تایپ کنید بچه ها. خوردن بنا مضارعش، رفتن بنا مضارعش، کاشتن بنا مضارعش، دیدن بنا مضارعش، دیدن بنا مضارعش. آفرین خانم خارکشان. بین، دیدن، بین. آمدن بنا مضارعش. آفرین آیا با کلاه، آیم، آیی، آید. درست شد؟ خوبه، باریکلا، آفرین، درست شد. بچه ها من اینجا پختن، پس کاشتن، کار، رفتن، رو، دیدن، بین، خوردن. پس هر فعلی به ما دادن ام به اول هست، با به کسی نیاره. دانش آموز حواستون باشه. آقا دانش آموز الان این کلمه رو، این فعلو نیاد باز به رو حذف بکنه، دیدن رو امرش کرده، یک بار شده ببین، این دیگه به از خودشه، به اولو که برداشته شده بین. هر بی در اول نباید ما حذفش بکنیم، اون به از خود کلمه است، از این رد میشیم، ساده است. بچه ها کلن ما دو سه تا فعل مضارع نداریم و از همین دو سه تا حسابی سوال میارن. سوال سختش هم باز بچه ها به کجا برمیگرده؟ تو همین بحث کاربرد ها. مضارع اخباری بچه ها، بچه ها اکثر دانش آموزای ما مضارع اخباری رو با مضارع التزامی اشتباه میکنن. میگم من همیشه برای بچه ها میگم اخبار رو چیکار میکنن؟ گوینده میگه، اخبار رو میگه، پس این میه بچه ها مربوط به مضارع اخباری هست. فرمولش چیه؟ می به اضافه بن مضارع به اضافه شناسه. میخورم، میروم، میبینم، میدوم. درست شد؟ این میشه فرمول مضارع اخباری. بچه ها سه تا کاربرد بسیار مهم میداره، بچه ها فوق‌العاده داره سوال از این. اگه از من سوال بپرسن کدوم مضارع آقا خیلی مهمه، کدوم ماضی خیلی مهمه، اول میگم همین مضارع اخباری التزامی رو حواستون از همه بیشتر جمع باشه. به کجاش؟ به کاربردهاش. نکته یک، برای بیان حقایق کلی و مطالب علمی میآید. آب در 100 درجه. اگه بچه ها یک مبحث علمی مطرح شد، حتی اگر می به اضافه بنا مضارع نیومد، اگر یک مبحث علمی مطرح شد که بر اساس آزمایش به اثبات رسیده باشه، حتی اگر این فرمول رو نداشته باشه، شما 100% مضارع اخباری رو بنویسید. دوم، کاری که الان در حال انجامه، الان دارم به شما درس میدهم، الان دارم راه میروم، الان دارم درس میخوانم، کاری که در لحظه در حال انجام شدنه، کاری که بچه ها در آینده انجام میخواد بشه.
140 روز دیگه چیکار میکنم؟ در کنکور موفق میشوم. سال آینده به مسافرت میروم. فردا درس میخوانم. درست شد؟ بچه ها لطفاً مهم حتما بچه ها اینو حفظش بکنید. اگه واقعا حس و حال خوندن هیچ ماضی مضارع رو ندارید، رک بهتون بگیم دیگه، درسته؟ اینو بچه ها لطفاً فقط بخونید، همین مضارع اخباری رو. خیلی طراح خوشش میاد. بله آفرین. این رو هم میتونیم آقای حسین زاده بگیم که بر اساس برنامه ریزی به کار بره. آقا مضارع التزامی از همه ساده تر، به اضافه بند مضارع به اضافه شناسه، تک کاربردیه. بچه ها کجا توی ماضی احتمال و آرزو و الزام رو داشتیم؟ سره بگین کدوم ماضی این رو داشت؟ بر میگردیم. میخوام ببینید که خب بچه ها لطفا خوب دقت بکنید. فقط ماضی التزامی و مضارع التزامی کاربردشون بچه ها توی چیه؟ توی احتمال و آرزو و الزامه. اوکی؟ بچه ها؟ اگه مربوط به زمان حال باشه التزامی، مربوط به زمان گذشته باشه چیه بچه ها؟ ببخشید، اگه مربوط، آره دیگه، مضارع التزامی مربوط به زمان گذشته باشه ماضی التزامیه. درست شد؟ پس ماضی التزامی و مضارع التزامی هر دوتاش مفهومش و کاربردش توی احتمال و آرزو و الزامه. خب بریم جلو بچه ها. پس بچه ها کاری که احتمال بروم بخورم، من این غذا رو بخورم، من این کار رو بکنم، تو شک و تردیده، تو احتماله. درست شد؟ تمام. بریم بچه ها بعدی، مضارع مستمر. بچه ها ما یک ماضی مستمر رو هم داشتیم. ماضی مستمر رو فرمولش رو بگید، من بنویسم اینجا باز. ماضی مستمر یادم رفت، بگین ببینم کی بلده. باریکلا، آفرین. داشتم، داشتی، داشت، تا آخر به اضافه ماضی استمراری. حالا این ماضی مستمره بچه ها، این مضارع مستمره. مضارع مستمر دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند، به اضافه مضارع اخباریه. این بچه ها ماضی استمراریه، این مضارع اخباریه. نه آقای حسین زاده، مضارع است، مضارع استمراری. اینو اگه داشته باشیم ماضی استمراری. اینجا هست که مضارع اخباری. دارم میروم، دارم میخورم، دارم میپزم، دارم میکارم. درست شد بچه ها؟ این میشه پس مضارع مستمر. بچه ها کاربردش چیه؟ برای کاری که همین الان در حال جریان هست. الان دارم درس میدهم، الان به شما نگاه میکنم، الان دارم از جوابهای شما لذت میبرم. بچه ها یک نکته مهم، نکته ببخشید، نکته بچه ها، گاهی اوقات این فعلهای دارم، داری، دارد، داریم، دارید و دارن، بچه ها میاد جمله ادامه داره، فعل رو میاره، دارم میخورم. بچه ها این خیلی داره تو تستا تکرار میشه، خیلی داره تکرار میشه. اگر فاصله بین این دارم ها با این فعل اصلی بیفته، دانش آموزی نگه این رو مضارع اخباری،
باید حتما به جمله نگاه بکنه ببینه که آیا کاری هست که همکنون در حال انجامه یا ببینه سرکله دارم داری دارد ها در جمله پیدا هست یا نه. بچه همیشه اینجوری نیست دارم میخورم که راحت باشه برای ما تستشو بزنیم. گاهی وقتا بین این فعل اولی و فعل دومی چی میشه بچه ها؟ فاصله میفته. درست شد؟ این از این دام خیلی به اصطلاح چیزی هست. بچه اینجا اون کاری که بچه ها خیلی اشتباه میکنن رو برای شما آوردیم. کرونا سیگه باید حواستون جمع باشه. خب بچه اون کاری که اون اشتباه بسیار بزرگ دانش آموزها کجاست؟ توی این بچه ها. دانش آموزای ما معمولا ماضی مستمر و مضارع مستمر رو با هم اشتباه میکنن خیلی زیاد. ماضی مستمر با داشتم، مضارع مستمر با دارم هست. بچه دانش آموزا نمیخواد اینو حفظ بکنید، بفهمید این رو، درکش بکنید. شما نمیتونید با فعل با زمان حال یک جمله با داشتم درست بکنید. نگاه کنید بچه، اینو میگم که درکی بکنید. من مطمئنم همه شماها این رو قبل از اینکه من بگم فهمیدید. کسی نمیخواد اینو حفظ بکنه. من نمیتونم بگم داشتم الان نگاه میکردم. داشتم اشتباهه، باید بگیم دارم الان نگاه میکنم. پس چون مضارع اخباریه پس میشه چی؟ مضارع مستمر. نمیتونم بگم که دارم غذا خوردم. اصلا نگاه کن جمله ما ناقصه. هر کدوممون به اقتضای سنمون داریم زبان فارسی صحبت میکنیم و یاد داریم اینها رو، توی ذهن من و شما جا افتاده. درست شد؟ این از این. پس بچه اینو اشتباه نکنید. دارم ها مربوط به مضارع، داشتم ها مربوط به ماضی ها. آینده هم که دیگه بچه ها راحته راحته، مستقبل با خواهمه. فقط بچه ها حواستون باشه که ممکنه بین این فعل و این فعلمون چی باشه؟ این فاصله بیفته. من میخواهم به مدرسه، به اصطلاح خواهم رفت، به مدرسه خواهم رفت، یا از این قبیل فعلهایی که باش سر و کار داریم. درست شد؟ خب این از این. بچه ها تمام افعال ماضی، مضارع و آینده تمام. آقا تمام دیگه، ماضی ما نداریم غیر از اون پنج تا. آقا ما غیر از این سه تا دیگه مضارعی نداریم. نه بچه ها، شما همینا رو یاد بگیرید. اگه سوال اومد کاربرد ها رو یاد بگیرید، اون نکات ریزی که هی من تاکید کردم، اونجا روی صفت مفعولی تاکید کردم، اونجا روی ماضی استمراری تاکید کردم، اونها رو یاد بگیرید. مطمئنن دیگه بچه ها هیچ مشکلی نداری. بچه ها خوب دقت بکنید، اینجا گفتیم افعال کمکی. بچه ها ما یک سری افعال داریم افعال اصلیه، یک سری افعال داریم افعال کمکی، یا به اصطلاح ممکنه شنیده باشید معین هست. این بچه ها بودم ها، باشم ها، است ها، داشت ها، دار ها، خواه ها، شد و اینها که الان توضیح میدم براتون تا اینجا، اینها رو بهش میگیم بچه ها چی؟ اینها رو بهش میگیم افعال کمکی. الان مثلا اگه داشته باشیم خورده بودم، از ما سوال بپرسن که کدوم فعلمون اصلیه، کدوم کمکیه، بچه ها این رو میگیم فعل کمکی، این رو بهش میگیم فعل اصلی. درست شد؟ چشم، بهشون میگم حتما براتون قرار میدن حتما. بچه ها یاد گرفتید این رو؟ این توی کتابا خیلی بهش مانور نداده، طراح ذهنش رفت به این سمت، گیج نشین شما. خب اینها رو بهش میگن فعل کمکی. این قسمت دوم رو بهش میگیم چی؟ توی ماضی بعید بودم ها، توی مضارع التزامی باشم ها. باز اینجا داره تکرار میشه. بچه ها دقت داشته باشید، اینجا یک نکته مهمه. بچه ها توی کتاب 11 درس های فکر کنن دوم سومه که فعل مجهول رو بهتون گفته، الان فعل مجهول رو بهتون میگم. بچه ها اونجا گفته که در زمان گذشته فعل مجهول با شود و آید به کار میره یا به کار میرفته. خوب دقت بکنید، اونجا گفته فعل مجهول با شود یا آید به کار میرفته.
بچه ها هر زمانی که شد رو دیدید، هر زمانی که شود رو دیدید، اگر قبلش صفت مفعولی دیدید این رو مجهول در نظر بگیرید و اینها رو فعل کمکی در نظر بگیرید. اگر قبل از فعل آمد یا آید صفت مفعولی دیدید، یک نیم نگاهی هم بچه ها به نهاد جمله داشته باشید که نهاد جمله شما چی باشه؟ نامشخص باشه. این رو چی در نظر میگیرید؟ بچه ها این خیلی مهمه، مهم. حالا اولی باز میتونه آدم یک کمی بیاره، ولی آید بچه ها گفته آید، برده آید، شنیده آید، اینها همه در زمان گذشته فعل مجهول رو با آمد یا آید درست میکردن. امروزه بچه ها با چی درست میکنن فعل مجهول رو یا جمله مجهول رو؟ با فعل شد درست میکنن، که اینجا باز ما به ذهنمون آشناتره، ولی این رو بچه ها حواستون باشه. پس نکته مهم، فعل مجهول در زمان گذشته با آمد یا آید درست میشده، گفته آید، رفته آید، درست شد؟ این هم از این که حواستون بهش باشه. بچه ها این یک سوال ساده است، برای امتحان نهایی به دردتون میخوره. آقا توی کنکور میاد، اگه من طراح باشم نمیارم، چون خیلی ساده است، برای امتحان نهایی فوق العاده است. گفتم من اگه طراح باشم نمیارم. بچه ها ممکنه طراح دوست داشته باشه این رو بیاره، اصلا ما نمیدونیم. پس ما میگیم که دانش آموز ما ندانسته نباشه، اگه 1% این رو آورد دانش آموز ما بتونه جواب بده. بچه ها روش مجهول کردن 5 تا 5 تاست. یک نکته هم اینجا من گفتم، اول نهاد رو حذف میکنی، مفعول رو جای نهاد قرار میدی، حتما رای مفعولی رو حذفش میکنی، فعل جمله به صفت مفعولی تبدیل میشه، صفت مفعولی یاد گرفتی، بن ماضی به اضافه ه هست، مثل خورده، مثل رفته. چهارم، از شدن فعلی متناسب با زمان اصلی به صفت مفعولی می افزاییم، که مثالشو می زنیم. بچه ها اینجا رو دانش آموز ها معمولا توی امتحانات یا توی کنکور دقت نمی کنن، اصلا شناسه ها رو مطابقت نمی دن. بچه ها باید شناسه با جمله مطابقت داشته باشه. شناسه چیه بچه ها؟ اینه شناسه، خوردم، خوردی، خورد، که شناسه نداره، خوردیم، خوردید، خوردیم، خوردید و خوردند، درست شد؟ اینها رو بهش میگیم چی؟ شناسا. اینها باید با نهاد، با به اصطلاح جمله چی داشته باشه؟ مطابقت داشته باشه. نداشته باشه هیچی. حتی اگر تمام این مراحل انجام داده باشی، طراح توی این میتونه شما رو چیکار بکنه؟ تو دامت بندازه. بچه نکته مهم، نکته مهم، نکته مهم. آقای فعلای مجهول مگه مهم نبود که شما اینقدر تاکید نکردید؟ چرا مهم بود؟ ولی اهمیت این خیلی مهمتر از این 5 تاست. گوش کن، در زمان گذشته به جای فعل شدن که امروز داره فعلها رو مجهول میکنه، از 2 تا فعل استفاده میشد، یکی فعل آمدن یا آید، یکی هم فعل گشتن، درست شد؟ بچه ها معمولا آمد و آید هم میگن، این خیلی مهمه. هیئت داوران دانشجویان ممتاز را برگزید. من اینو میخوام بچه ها تبدیلش کنم به مجهول. اول میام چیکار میکنم؟ نهاد و حذف میکنم. هیئت داوران، بچه ها چه چیزی را برگزید؟ دانشجویان ممتاز را برگزید. دانشجویان ممتاز را میشه چی؟ مفعولمون. را حذف میکنم، دانشجویان ممتاز، میارم جای نهاد قرار میدم. بچه ها فعلمون چیه؟ برگزیدنده. دانشجویان ممتاز حالا میاد به تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به صفت مفعولی. بعد از صفت مفعولی چی گفتیم میاریم؟ فعل شد میاریم. اینجا باید مطابقت بکنیم. اگه بگیم دانشجویان ممتاز برگزیده شد، اشتباهه. چرا؟ چون دانشجویان ممتاز جمعه، این شناسه یا فعل ما هم باید چی باشه بچه ها؟ جمع باشه، درست شد؟ این هم از این. میتونیم علی شیشه را شکست بگیم بچه ها، توی ذهنتون سریع درست کنید، علی شیشه را شکست، تبدیلش بکنیم، میگیم شیشه شکسته شد، درسته؟ این دیگه خیلی راحته. فقط بچه ها لطفاً اینو دقت کنید، این آمدن و گشتن حواستون باشه.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بچه آمدن و آید به اضافه صفت مفعولی، حواست باشه که به چی میده؟ فعل مجهول. نکن بچه ها، گفته آید در اصل هست گفته شود، درسته؟ خب بچه اینجا یک نکته مهمی باز گفتیم، گفتیم فعل شد در ساخت فعل مجهول فعل کمکی است، قبلا گفتیم نه اصلی. یک نکته دیگه هم بچه حواستون باشه، آقا حالا مسند رو میگیم، ما مسند بچه ها چی داشتیم؟ اسب بود شد گشت گردید، اسب بود شد، شد درست شد بچه ها؟ ما شد یا به همون مجهول میده یا به همون فعل اسنادی میده، گاهی وقتها هم شد به معنای چیه بچه ها؟ رفتنه. امیر به کاخ شد، این شد دیگه بچه ها چون به معنی رفتنه دیگه فعل اسنادی نیست، درست؟ دیگه فعل اسنادی نیست. بچه ها لطفاً خوب دقت بکنید، اینجا یک نکته خیلی مهم و جذابی رو بهتون بگم که اگه اشتباه نکنید این شد رو. بچه ها دقت داشته باشید، آقا یک سری فعل ها به ما دادن گفتن اینا مجهوله یا مسنده. خب بچه ها دقت داشته باشید، ما مسند رو یک دوتا کلمه چطور است و چگونه است رو از باهاش چیکار میکنیم؟ سوال میپرسیم. اگه جواب داد بهمون مسنده، جواب نداد دیگه مسند نیستش. حالا نوشته شد میتونیم بگیم چگونه شد؟ نوشته شد نه، اصلا معنی نمیده. چطور شد؟ نوشته شد معنی نمیده، پس این ما میشه مجهول. خسته شد چطور شد؟ چگونه شد؟ خسته شد، پس خسته رو میتونیم بگیم چی بچه ها؟ مسند. بچه اینجا یک نکته درباره مسند بگم، مفصل براتون میگم، نگران نباشید بچه ها. این یکی. نکته دومش که خیلی مهمه، حواست بهش باشه. نکته دومش بچه ها، رابطه نسبت، نسبت برقرار کردنه بچه، رابطه نسبت برقرار کردن باید توش باشه. نوشته شد ما میتونیم بگیم نوشته رو به چی نسبت داده؟ نه. ما میگیم خسته شد میتونیم بگیم خستگی رو به یک شخصی نسبت داده؟ بله. پس دومی میشه چی؟ مسند. پوشیده شد ما میتونیم بگیم پوشیده رو به کی نسبت داده؟ جمله از لحاظ دستوری توی ذهن من فارسی زبان نمیشینه. روشن شد ما میتونیم بگیم روشن رو به چی نسبت داده بچه ها؟ میتونیم بگیم روشن رو به ماشین نسبت داده، به یک موتور نسبت داده، درست شد؟ پس این رو میتونیم به عنوان مسند در نظر بگیریم. بچه اینجا یک نکته خیلی مهمیه، خیلی تست میشه، وجه اشتراکه یا وجه تمایز یا تفاوت فعل مجهول شد با فعل های اسنادی فقط توی دو تا چیزه. یک، چطور است چگونه است رو بذاریم بخونیم. دو، آیا ببینیم رابطه نسبت با کلمه های دیگه برقرار میشه یا برقرار نمیشه. تموم، بریم بعدی. بچه تا اینجا اگر سوال یا مطلبی هست بفرمایید لطفا. کسی سوال نداره؟ آها خیلی خوب، خیلی خوب. سوال نوشته شده میشه به نمونه نسبت بدیم که چطور؟ مثلا بگیم که نسبت بین نوشتن و نامه داریم. خانم حسینی نه، نامه نوشته شد، نامه چطور شد؟ نوشته شد. ما میتونیم نوشتن رو به نامه نسبت بدیم؟ نه. مثلا بگیم هوا سرده است، ما میتونیم سردی رو به هوا نسبت بدیم؟ ما میتونیم بچه ها؟ بله اونجا میتونیم نسبت بدیم، ولی اینجا نوشتن رو نمیتونیم با نام نسبت بدیم. بچه ها نگاه کنید میشه بگیم خب نامه نوشته گردید، درسته، ولی اینجا اگه بگه با سرعت نوشته شد اسنادی میشه؟ نه. بچه ها نگاه کنید، ما اونجا نوشتن رو به چی میتونیم نسبت بدیم؟
نوشتن رو میتونیم به اون صاحب نامه نسبت بدیم. مثلا بگیم علی نامه را نوشت. خب اینجا نوشتن رو به چی نسبت داده؟ به خود نامه نسبت داده. اینجا نگاه کنید، نوشتن رو به خود نامه نسبت داده. بچه نگاه کنید، ما میگیم علی مریض شد. ما میگیم علی مریض شد. بچه مریضی رو به چی نسبت داده؟ به علی نسبت داده. علی معلومه یا مجهوله؟ معلومه. اما میگیم چی بچه ها؟ نامه نوشته شد. نوشتن رو میگیم به نامه نسبت داده. خب قبول. آیا معلومه یا مجهوله؟ مجهوله. کی نامه رو نوشت؟ نمیدونیم. پس فعلمون مجهول میشه، چون نامه، نوشتن نامه برای ما مشخص نیستش. درست؟ بچه ها یکی از دوستاتون یک سوال از من پرسید، گفت قسمت آخر رو متوجه نشدیم. یک بار دیگه این قسمت رو بگم بچه ها، لطفاً خوب دقت بکنید. بچه ها نکتمون چیه؟ نکتمون اینه که گفتیم گاهی وقتها این فعل شده برای ما داستان به وجود میاره. ممکنه مجهول باشه، ممکنه چی باشه بچه ها؟ اسنادی باشه. ممکنه مجهول باشه، ممکنه اسنادی باشه. همین شد. بچه ها نگاه کنیم، بذار من چند تا مثال بزنم. نگاه کنیم بچه ها. کجا بودی؟ خب نگاه کنید، الان اینجا من یک مثال براتون میزنم. نگاه کنید، میگیم که هوا سرد است. میگیم او به اصطلاح با نشاط شد، یا هوا سرد شد. اصلا چرا است؟ او با نشاط شد. درست؟ بعد میگیم که چی؟ میگیم که شیشه شکسته شد. بچه لطفا خوب به این مثال ها دقت بکنید. ما در این که شد افعال اسنادی است هیچ شکی نداریم و هممون هم قبول داریم، و در این که شد نشانه افعال مجهول هست هم هیچ شکی نداریم، هممون هم قبول داریم. درست؟ حالا چجوری اینها رو از هم تمیز بدیم، تشخیص بدیم؟ چی کار میکنیم بچه ها؟ اولین کاری که میکنیم، گفتم چطور از چگونه است و آیا، حالا که اینجوری شد اینو بگیم، نهاد معلوم است. اگه نهاد معلوم باشه مسند، اگه نهاد مجهول باشه، معلوم نباشه، میشه چی؟ مجهول. حالا بیایم اینجا بچه ها، هوا سرد شد. شد رو مجهول در نظر بگیریم یا اسنادی در نظر بگیریم؟ سرد قبلش اومده. هوا چطور شد؟ سرد شد. آیا میتونیم بگیم سرد رو به هوا نسبت داده؟ بله. پس جملمون چیه؟ معلومه. چون معلومه دیگه شد رو چی در نظر میگیریم؟ اسنادی در نظر میگیریم. او با نشاط شد. شد فعل اسنادی، میتونیم بگیم با نشاط رو به او نسبت داده؟ بله. جملمون چیه؟ معلومه. پس این شد فعل اسنادیه، پس این سرد میشه مسند، این با نشاط هم میشه مسند. میگیم شیشه شکسته شد. چطور شد؟ شکسته شد. حرفتون قبول هستن. چگونه شد؟ شکسته شد. شکسته رو به چی نسبت داده؟ به شیشه؟ نه، شکسته رو باید بیاد به یک شخص نسبت بده. مثلا بگه که علی شیشه را شکست. چون نهاد ما مجهوله، پس این فعل رو چی در نظر میگیریم؟ مجهول. درست شد بچه ها؟ خانوم حسینی بودیم، درسته؟ دستش شکسته شد. بچه دستش شکسته شد. الان سوال، همه جواب بدن، نهادمون چیه بچه ها اینجا؟ نهادمون چیه؟ آفرین، نهادمون او هست. خب بچه ها دستش این چه چیه بچه ها؟ این دستش در اصل هست دست او شکسته شد. دستش چطور شد؟
شکسته شد. میتونیم شکسته رو به دست نسبت بدیم؟ بله. نهاد هم اومده. پس جمله رو میتونیم اسنادی در نظر بگیریم، هرچند که اسنادی ما خیلی اسنادی زیبایی هم نیستش. چرا؟ چون که نهادمون اومده، ذکر شده. درست شد؟ خانم آقای حسین زاده اوکی یا نه؟ خیلی خوب. تموم؟ حالا بچه معله، یعنی جمله ما چیه؟ معلومه. جمله ما معلومه. چرا؟ چون دستش نهاد جمله ماست. آقا دستش مگه میشه؟ اون شیی که اومده به چسبیده، یعنی دست او شکسته شد، پس کل دست او رو چی میگیریم؟ گروه نهادی در نظر میگیریم. درست شد؟ خیلی خوب. بذار من یک آن بررسی بکنم بچه ها، بینم کجای کاریم. بچه ها حال دارین این تفاوت معنایی رو بگیم یا نه؟ اوکی؟ بگم یه چند دقیقه دیگه بگیم یا جلسه آینده باشه؟ بفرمایید. بقیه نظر. خب بچه ها، پس من همین بحث کوتاه رو بگم بهتون و تموم. امشب تموم بحث دستورمون. بچه ها یک سوال متفاوت رو برای شما میاره که باور بکنید اصلا به هیچ چیتون مربوط نمیشه. اصلا نمیخواد مفعول رو بدونید، نمیخواد فاعل رو بدونید، نمیخواد متمم رو بدونید، نمیخواد مسند رو بدونید. فقط چی میخواییم؟ فقط اینه که توجه شما رو جلب بکنه به این که داره تکرار میشه این سوال ها. توجهتون رو جلب بکنه به این که آیا در این جمله ما، در این سوال ما، مثلا این فعل در این معنا به کار رفته یا به کار نرفته. اصلا ربطی به دستور نداره. این ربط داره به لغت و املای شما، ربط داره به معنا کردن شما، ولی میارن در حوزه سوالات دستور این رو جای میدن که بعد تو مسند میگیم آیا بعد اینها مسند میسازه یا مسند نمیسازه. یک سری فعل ها هست که بچه خیلی پرکار برده و داره توی کنکور و توی سوالات به اصطلاح داره تکرار میشه. فقط شما اینها رو از کجا باید بشناسید؟ بچه از نشست اون فعل در عبارت یا در جملتون. همین فقط، به چیز دیگه دقت نمی کنید. نگاه کنید بچه، در ساختن یک معناش به معنای درست کردنه، یک معناش به معنای خلق کردنه. بچه شعرها لطفاً دقت بکنید، شعرها مهمه. بیارید داننده آهنگران، یکی گور سازید ما را گران. یکی گور سازید یعنی یکی گور رو بسازید، از ساختنه، درست کردنه. سر نامه نام جهانبان نوشت، خدایی که او ساخت هر خوب و زشت. خدا نساخته، خداوند چیکار کرده؟ آفریده. خداوند چیکار کرده بچه ها؟ خلق کرده. سوال ممکنه چهار تا گزینه، چهار تا شعر بهتون بدن که فقط توی این گزینه ساختن به معنی آفریدن باشه، توی گزینه های دیگه به معنی چی باشه بچه ها؟ به معنی نمیدونم بنا کردن باشه، ساختمان درست کردن باشه. این رو باید شما بتونید جواب بدید. درست شد؟ از کجا؟ از کلمه های قبل و بعدش. خدا که نمی سازه، خدا خلق و بنا میکنه. بعدی، قناعت کردن، به چندان که در دستت افتد بساز. بچه ها الان این بساز نمیگیم بساز ساختنه، این به معنی چی؟ قناعت کردنه. مدارا کردن، بسازید و از داد باشید شاد. تن آسان و از کین مگیرید یاد. بچه ها اینجا ساختن و از داد باشید شاد، اینجا به معنی چی؟ مدارا کردن هست. فقط تو معنی. بچه ها فعل دیگه که خیلی پرکار برده گذشتن هست، یکی به معنی طی شدن زمان، یکی هم به معنی مردن. بچه این خیلی مهمه. یکی همون ساختنه که براتون آوردم. آقا همین فعله که شما، نه هزار تا فعل دیگه میتونه برای شما به کار بره که خودتون بعد از روی معنا تشخیص بدین. نکنید چقدر ساده است. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. بر من چو عمر میگذرد پیر از آن شدم. دانش آموزی به هیچ عنوان نمیگه چون عمر طی میشه، ببخشید راه میره، میگه چی میشه؟ طی شدنه. بدین گیتیش شوربختی بود، چو بگذشت در رنج و سختی بود. چو بگذشت
یعنی چون مرد، چون از دست رفت. بعدی گرفتن. بچه این گرفتن هم خیلی کاربرد معنایی داره، به معنای روشن کردن، به معنای نواختن آلات موسیقی، به معنای گرفتاری و عقوبت کردن، به معنای پیشرفتن. روشن کردن: به دم سرد سحرگاهی من باز نشست، هر چراغی که زمین از دل صحبا بگرفت. درست شد بچه ها؟ بگرفت. صحبا، بچه ها صحبا یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ صحبا معنیشو میتونید بگین؟ بچه ها بیشتر به معنای جام و شراب و به اصطلاح خمره و این هاست صحبا. املایشو دقت بکنید بچه ها. هر چراغی که زمین از دل صحبا بگرفت. بگرفت یعنی روشن کرد. نوای مجلس ما را چو برکشد مطرب، مطرب آوازخوان از طرب میاد. گهی عراق زند، گاهی اصفهان گیرد. گیرد بچه ها نواختن آلات موسیقی عراق و اصفهان هم توی ذهنتون باشه بچه ها. یک قانونی از قوانین موسیقیه. مثلا میگن که ریتمش رو عراق کن، ریتمش رو اصفهان کن. بچه هایی که توی اینجا به موسیقی آشنایی دارن میتونن یک نکته بگن بچه ها. یعنی میگن اون حالتش رو. مثلا نمیگیم ما به زبان عادی که به موسیقی آشنا میگیم شاد باشه، غمگین باشه، چجوری باشه. این هم بچه ها در اون زمان قدیم این عراق و آفن ریتمش رو در زمان قدیم بچه ها این عراق و اصفهان هم توی ذهنتون باشه، اون ریتمش رو بوده. گرفتاری و عقوبت کردن: خمیر دل نگشاییم به کس مرا، آن به که روزگار قیود است و ناگهان گیرد. روزگار ناگهان گیرد، دیگه گیرد رو به معنی گرفتن نمیگیریم، معنی گرفتاری و عقوبت کردن هستش. یا به حاجت دربرش دست طلب خواهم گشاد، یا به حجت از درش راه سفر خواهم گرفت. خواهم گرفت یعنی پیشرفت. بچه این تفاوت‌های معنایی رو لطفاً بهش دقت داشته باشید. کشیدن. صراحی بچه ها، صراحی رو یاد بگیرید، به معنای همون جام و شراب و اینهاست. صراحی: می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این رزق در دفتر نمی گیرد. بچه ها می کشم یعنی صراحی یا جام شراب یا شراب رو من می برم. نقاشی کردن: کلک مشاطه سنش نکشد نقش مراد. کلک یعنی چی بچه ها؟ کلک قبلا گفتم، بگین کلک. نه آفرین بچه ها، کلک هم قلم معنی میده. گاهی وقتها 5%، گاهی وقتها به معنی انگشت هم بچه ها امکان داره معنی بده. مشاطه هم بچه ها به معنی آرایشگره، اینو توی ذهنتون باشه. یه قلم آرایشگرش، قلمی که ظریف می نویسه. صنعت نکشد یعنی نقاشی نکشد. جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست. نکشد به معنی تحمل کردنه. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن. می کشد به معنی تمایل داشتنه. درست شد بچه ها؟ این افعال رو لطفاً بهش دقت بکنید. ممکنه هزار تا افعال دیگه براتون بیارن که به اصطلاح باید حواستون بهش باشه. بچه ها تا همینجا امشب بسه. برید به جشن و سور و شادیتون بپردازید و من برسم خونه. بعد دیگه همین انشاءالله برای جلسه بعدی بچه ها. فقط یک نکته، نریم بچه ها، یه لحظه به من زمان بدین. فقط برای جلسه دیگه این مبحث رو خوب خوب بخونید، بحث دستور رو خوب بهش تسلط پیدا بکنید که جلسه بعدی میخوایم تحلیل داشته باشیم، تست بزنیم و به اصطلاح خیلی اتفاقای خوبی براتون ایجاد بکنیم. خیلی ممنون، خسته نباشید بچه ها. امیدوارم که عیدتون مبارک باشه. باز هم به خانم های کلاسمون تبریک ویژه میگم. روز و روزگار خوبی داشته باشید و یا علی مدد، خدا نگهدارتون. آقای مهندس میگه این فایل بچه ها میگن میذارین الان میتونیم بذارین بچه ها؟ این نهایت امشب یا فردا فایل در اختیارتون قرار میگیره خانم حسین. خب خسته نمیشین؟
آن بچه ها. پس امشب آقای مهندس زحمت میکشه، امشب توی کانال قرار میده، توی گروه هاتون قرار میده، دستشون هم درد نکنه. از همه شما دارن تشکر میکنن بچه ها، خسته نباشید، خدا نگهدارتون.